le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام به شما بینندگان برنامه زیر آسمان پاریس. روز پنجشنبه دوم نوامبر گروهی از ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل در ژنو گرد همای اعتراضی داشتند تا بگویند حضور جمهوری اسلامی به عنوان ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر توهین به خانواده زندانیان سیاسی و شمار کشته شدگان است. کامل این گزارش را می توانید در نشانی که همکنون می بینید در سایت تلویزیون ایران فردا مشاهده کنید. لطفاً تشریف بیارید. به نام کوروش کبیر، به نام ایران، امروز گرد هم آمده ایم تا از همکاری سازمان ملل با رژیمی که از تروریسم برای بقای خود استفاده می کند این رژیم را محکوم کنیم. امروز قاتلان مهسا، جینا، نیکا، کیان، خدانور، حدیث، آرمیتا و نزدیک به 600 جوان دیگر در صندلی ریاست سازمان امور اجتماعی حقوق بشر می نشینند. این رژیم که از هیچ جنایتی ابایی ندارد از تروریسم حمایت می کند، رژیمی که کاملا مخالف زندگی و طبیعت است، به هیچ وجه نباید در نهادهای حقوق بشر حضور داشته باشد. از آقای آرش خواهش می کنیم به صحنه تشریف بیارن. امروز پیام آقای شاهین نجفی عزیز رو براتون میخونم با توجه به اینکه نتونستن در جمع حضور داشته باشن. در حالی که هزاران ایرانی در زندانهای ایران در انتظار روز مرگ خیش توسط دستگاه فاسد قضایی حکومت جمهوری اسلامی اند، شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران را به ریاست مجمع اجتماعی شورا برگزید. این یکی از خنده‌دارترین لحظه های تاریخ سیاسی جهان است، وقتی قاتل قاضی دادگاه می شود. این توهینی بزرگ به خونهای ریخته شده هزاران ایرانی آزادیخواه و بیگناه است که در طول 40 سال به وحشیانه ترین شکلها شکنجه و سپس کشته شدند. آیا دولتهای غربی و خصوصاً رؤسا و مدیران شورای حقوق بشر از این فجایع و جرایمی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است بی اطلاعند؟ خیر، یقینا شما مدیران شاغل در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل از همه این جنایت‌ها با خبرید، اما دقیقاً به دلایلی سیاسی تنها به محکوم کردن زبانی و بی پشتوانه بسنده و راه را برای ادامه حیات جمهوری اسلامی هموار می‌کنید. وضع ایران خرابه، ملا فکر حجابه. قسم به سر بداران ایستاده این تا پایان. از سخنران بعدیمون تقاضا میکنیم به صحنه تشریف بیارن آقای سامان طاهرپور. مسیری پیش روست که تا به حال آن را نپیموده ایم. هیچ کدام من هستند کسانی که از ما که این جاده رو بیشتر شروع کردند، کسانی به تازگی و امید داریم که کسانی به زودی. من کجای این مسیرم
نمیدونم، اما میبینم که تنها نیستیم، بسیاریم، بسیار. ابتدای این جاده با خون بیگناهانی از وطن شروع شد و خیلی زود از مسیر قلب‌های ما گذشت. قلب‌های ما، حرف‌ها، هدف‌های ما یکی شد و همگی وجودمان را فرش این راه کردیم. عجب راهیست، گم که نمی شوی هیچ، در جای جایش نشانه هایی که گویاست از اینکه در مسیر درست و به مقصد نزدیک هستی. نشانه هایی هست از تبسم معصوم ژیناها، نیکاها، ساریناها، معصومیت نگاه مهرشادها و مظلومیت خدا نورها و صلابت مجید رضاها. ما باور داریم به این که تاریکی پایان پذیر است و می دانیم این مسیر تاریک را با رهبری دلسوزانه و وطن پرستانه شاهزاده رضا پهلوی به درستی و راستی خواهی پیمود. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، روز سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های صبح بغز من تمام موی تو. امید ایران کیه؟ شاه رضا پهلویه. مظهر خوبان کیه؟ شاه رضا پهلویه. چشم و چراغ ما کیه؟ شاه رضا پهلویه. شوکت ایران کیه؟ شاه رضا پهلویه. سرو خرامان کیه؟ شاه رضا پهلویه. از جناب آقای ایرج مصداقی خواهش میکنیم تشریف بیارن روی سری. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم که تو این هوای بارونی اینجا تشریف آورده. ما همه اون اینجا جمع شدیم قبل از هر چیز اعتراض کنیم به نظام نکبت اسلامی که متاسفانه از موقعیت بین المللی استفاده کردن و از شکاف هایی که در روابط بین المللی، در حقوق بین الملل و همچنین در سازمان ملل متحد وجود داره استفاده کردن و میدونیم که امروز دارای موقعیتی هستند در شورای حقوق بشر و همچنین نزد ملل متحد. من برمان خوب کسی که 28 سال قبل برای اولین بار در سازمان ملل متحد حضور پیدا کردم و اونجا صحبت کردم، در همین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد که امروز تبدیل شده به شورای حقوق بشر، میتونم بگم موقعیتی است دردآور و غم انگیز، نه فقط برای ما بلکه برای سازمان ملل متحد، بلکه برای مردم آزاده جهان، برای همه کسانی که برای حقوق بشر فعالیت میکنن. اما این سمت تاریک ماجراست. یه سمت روشن دیگه هم هست. میدونیم که امروز در همین شرایطی که ما هستیم یک دادگاهی در سوئد در جریانه و حمید نوری یکی از جنایتکاران علیه بشریت به پروندهش رسیدگی میشه. هفته دیگه پنجمین سال زندان خودش رو آغاز میکنیم. او یه حکم ابد گرفته و قطعا در ماه آینده یک حکم ابد دیگر رو خواهد گرفت. پرونده حمید نوری نیست، پرونده جنایات نظام نکبت اسلامی است. یکی از متهمین ردیف اول این پرونده ابراهیم رئیسی است، ریاست جمهوری نظام نکبت اسلامی. این پرونده یه پرونده بازه. حتی اگر برفرض روزی نظام نکبت اسلامی قادر بشه که مبادله ای انجام بده بر سر حمید نوری، این پرونده برخلاف دیگر پرونده ها بسته نخواهد شد. ماه گذشته وقتی که وکلای حمید نوری درخواست کردند که پور محمدی یکی از اعضای هیئت مرگ
و همچنین قاضی مقیسه در دادگاه به عنوان شاهد در دفاع از حمید نوری حاضر بشن، دادستان به صراحت عنوان کرد به محض اینکه پاشونو به فرودگاه استکهلم بگذارن اونها به عنوان متهم دستگیر خواهند شد. این رو به عنوان تهدید متهم گرفتن و دادستان به صراحت به وکلای حمید نوری که یکی از اونها وزیر دادگستری سابق سوئد هست گفت دفاعیه شما و آنچه که شما مطرح میکنید شرم آوره. جامعه جهانی بهای این رو نخواهد پرداخت و این آمادگی رو نداره که بهای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی رو پرداخت کنه. این رو اراده ما میتونه انجام بده. ما برای این که بتونیم این اراده رو عملی کنیم نیاز داریم به تحمیل خودمون به جامعه جهانی. ما چجوری میتونیم به جامعه جهانی اراده خودمون رو تحمیل کنیم غیر از این که ما دارای یک آلترناتیو قوی و یک جایگزینی داشته باشیم که بتونه نمایندگی بکنه مردم ایران رو در اقصانقاط ایران، جامعه رنگین کمانی ایران رو، و بتونه نمایندگی بکنه ایرانیان رو در سطح بین المللی. ما در موقعیت بسیار بسیار خطیری قرار داریم و ما بجز شاهزاده رضا پهلوی در حال حاضر گزینه ای نداریم، صرف نظر از این که چه کسی چه دیدگاهی داره. اما اگر ما این فرصت رو از دست بدیم و اگر ما نتونیم این آلترناتیو رو در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار بدیم، مطمئن باشید که نظام نکبت اسلامی برای دهه ها بیمه خواهد شد. کسی نیست که بهای این رو بپردازه. این بها رو ما باید بپردازیم و همه ایرانیان صرف نظر از این که دارای چه عقایدی هستند، صرف نظر از این که از چه تیره و تباری هستند، بایستی نگاه کنیم به آنچه که در دست داریم و آنچه که در امکانش رو داریم. ما نمیتونیم از جای دیگه دنیا، ما نمیتونیم از کره مریخ نیروی بیاریم و یا آلترناتیوی بیاریم و یا نیروی بسازیم. آنچه که امروز ما میتونیم عرضه کنیم تنها و تنها اینه، راه خودمون رو باز کنیم برای آینده. خیلی ممنون. عزیزانی هست که احتمالا خیلی از شما میشناسین، از جناب آقای تنگستانی خواهش میکنیم تشریف بیارن رو صحنه. احساس میکنم که باید در مورد مثلا یه اتفاق کومیک صحبت بکنم. خیلی مضحکه حکومتی که بچه های وطن ما رو داره سلاخی میکنه، در مورد حقوق بشر روش میدن، در مورد حقوق بشر میخواد صحبت بکنه، میز بش میدن، بعد از طرف دیگه باز میان پول میدن به یه سری افراد منفعت طلب و سودجو که بیان حقوق بشر رو ترویج بدن. خیلی خنده داره. فکر میکنم ما داخل عصری زندگی میکنیم که واسه ما ایرانی ها شدیداً مضحکه. شعار حقوق بشر در حال حاضر برای ایران امروز به باور من مثل یه چیز سانتیمانتال میمونه. با حکومتی که داره بچه ها رو با تیر مستقیم میکشه، حقوق بشر معنی نداره که. مردم جامعه دارن به سمت دفاع مشروع میرن، باز میگن که حقوق بشر. حقوق بشر چی؟ با حکومتی که تا دندان مسلح است چشم کور میکنه، جوون 16 ساله میکشه، بچه کوچیک به قتل میرسونه، چه حقوق بشر؟ حقوق بشر با استانداردهایی که غرب از حقوق بشر تعریف کرده با این مش تروریست که نمیشه صحبت کرد، با این مش تروریست نمیشه وارد گفتگو شد. خواستن ما نباشیم، ولی خب به این خاطر که ریشه داریم، ریشمون هم خیلی محکمه، چند قرن ریشه داریم، ادبیاتی بزرگ پشت ما ایستاده، محکم ایستاده، نمیذاره که این وسط دلم را شاید که نه، حتما باز میان میگن نمیدونم فلانی اومد رادیکال صحبت کرد، فلانی اومد نمیدونم تیکه انداخت به طرفدارای غزه. من آره
تیکه میندازم، تیکه هم نمیندازم، خیلی سریع دارم میگم. هر کس که سمت تروریست ایستاده باشه روبروی من ایستاده، روبروی کشورم ایستاده. هر کس که سمت دیکتاتوری ایستاده باشه، هر کس که سمت غرب ایستاده باشه که بخواد هویت ملی من رو زیر سوال ببره روبروی من ایستاده. بارها گفتم من فقط دلتنگ ایران نیستم، من نگران ایرانم و این نگرانی با هیچ چیز رفع نمیشه الا با هویت ما و با ملیگرایی ما و با اهمیت دادن و پشت شاهزاده رضا پهلوی بودن. دمتون گرم. تا خون کفن نشود این وطن وطن. دمتون گرم. Ladies and gentlemen, dear friends, a reality check. That's what this is. Nothing gives us a bigger reality check than the fact that today, on the 2nd of November, the Islamic Republic of Iran will take the chair of this year's United Nations Human Rights Council Social Forum. My name is not Esther. I'm not Persian, and I can only try to imagine and comprehend the suffering of your people. But this does concern all of us, and it's in our hands, the hands of our generation, as well as in the hands of modern-day Esthers from Iran, from Europe, to stand up and speak. Speak up for women, speak up for life, and speak up for freedom. Thank you. با درود. سرکوب وحشیانه و نقص فاحش حقوق بشر در ایران، خصوصا علیه زنان و جامعه LGBTQ+ و اقلیت‌های مذهبی، هزاران برگ سیاه از 44 سال حکومت رژیم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ معاصر ایران بر جای گذاشته. امروز ما ایرانیان با دیدگاه ها و عقاید سیاسی مختلف اینجا هستیم تا از سازمان ملل بپرسیم چگونه می توانید به رژیمی که تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان پس از قتل مهسا امینی را وحشیانه سرکوب کرد، بیش از 500 تظاهرات کننده را کشت، تعداد زیادی را با شلیک مستقیم گلوله نابینا کرد و دست کم 20,000 نفر را دستگیر و بازداشت کرد مشروعیت ببخشید؟ چگونه می توانید این رژیم خونخوار را که در آبان 98 1500 معترض را در خیابانها کشت و اینترنت را روی مردمش قطع کرد، امروز به صندلی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل برسانید؟ چگونه می توانید این رژیمی که از روز نخست به جان و مال یهودیان، بهائیان، مسیحیان، زرتشتیان، اهل سنت، دراویش، خدا ناباوران و حتی اکثریت شیعیان مخالف ولایت فقیه تعرض کرده را شایسته این صندلی بدانید؟ چگونه می توانید چشمان خود را بر روی کارنامه این رژیم که در طول سالهای گذشته در تمام ابعاد تبعیض، مردسالاری، همجنسگرا ستیزی و همجنسگرا هراسی،
بدتر و شدیدتر شده و دائما نفرت را علیه جامعه LGBTQ+ تبلیغ کرده ببندید. از سخنران بعدیمون جناب آقای صمد کالابانی عضو انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران دعوت میکنیم به روی سن تشریف بیارم. من سخنگوی انجمن ورزشکاران آزادی خواه نیستم، ولی میخوام از طرف اونها از شما و حضورتون در اینجا تشکر کنم. در این روز بارانی و بسیار سخت اومدید و برای ایرانتون وایسادید. همونجوری که همه عزیزان در مورد این رژیم و جنایاتی که انجام داده تو این 44 سال صحبت کردن، من نمیخوام به اینا بپردازم و میخوام به این بگم که با تمامی تلاش هایی که ما و تمامی ایرانیایی که اینجا هستن انجام دادن برای این که این سازمان ملل حداقل کار ممکنه رو در حق مردم ایران بکنه و سمت مردم ایران وایسه، این کار رو هم نکرد و جمهوری اسلامی که رژیمی جنایتکارتر از این جمهوری اسلامی در حال حاضر در جهان وجود نداره را اوورده سخنگوی سازمانی کرده که مال حقوق بشره، یعنی طرفدار حقوق انسان هاست، یعنی اینکه باید از هر انسانی که در گوشه گوشه این دنیا داره عذاب میکشه، داره از هر جنایتی زرج میبره، باید هواخواه و هوادار اون باشه. ولی متاسفانه با تمامی تلاش هامون هیچ کاری نتونستیم انجام بدیم و اینها همچنان، اینها نه فقط اینها، تمامی جوامعی که اینجا حضور دارن همچنان دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. با این حال که من و آرش عزیز، همرزم عزیزم، 9 روز اینجا اعتصاب قضا کردیم، هیچ اعتنایی به کارهای ما نکردن، حتی هیچ سوالی حتی بپرسن برای چی اینجا ایستادید. اومدم فقط یک جمله رو بگم، ما جز خودمون هیچ کس رو برای آزادی وطنمون نداریم. دل بی که پاسون به جنگ ای دلمی گه سر کن با نه تا شنیدم از صد آم فرسنگ فریاد نیکا اون چه کشته تنهایی بود خاموشی ما چند دقیقه بعد از این گرده همایی لازم آمد این پستش رو مطرح کرده باشیم. با چه هدفی به اینجا آمدید و با چه امیدی اینجا رو ترک میکنید؟ هدف ما اینجا شرکت کردن این تجمعات این بود که صدای مردم ایران، صدای مخالفان رو به جهان برسونیم، به نمایندگان جهان که در این سازمان امروز حضور داشتن. و هدف آخرمون اینه که بتونیم این رژیمی که الان در ایران هست رو منجرز بکنیم. خب ما هم امروز در اینجا جمع شدیم برای اینکه صدای ملت ایران رو، صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم، در مقابل سازمان ملل متحد، اعتراض مردم ایران رو به حضور نظام اسلامی در سازمان ملل متحد و مسئولیتی که امروز در یک نهاد مهم سازمان ملل گرفتن رو نشون بدیم. ولی خب این یک بخش ماجراست که ما میتونیم اینجا صدای مردم ایران باشیم، ولی با این امید که در آینده نظام اسلامی رو ما بتونیم به زیر بکشیم، به خاطر اینکه تنها مردم ایران هستن که میتونن این کار رو انجام بدن و میتونن اراده خودشون رو به جامعه بین المللی و کشورهای جهان تحمیل بکنن. صدایی که از ایران میاد، صدایی که آینده رو رقم میزنه.